تصمیم گرفتم خودم باشم. اجازه نده رهگذران به زندگیت آسیب بزنن. نویسنده کیم سوهیون ترجمه فریماه بیابانی دوم پادشاهان فصل دو ایلیا به آسمان می رود. زمان آن رسیده بود که خداوند ایلیا را در گردباد به آسمان ببرد. ایلیا وقتی با الیشا از شهر جلجل خارج میشد به او گفت تو در اینجا بمان چون خداوند به من فرموده است به بیت ایل بروم ولی الیشا جواب داد به خداوند زنده و به جان تو قسم من از تو جدا نمیشوم پس با هم به بیت ایل رفتن گروهی از انبیا که در بیت ایل بودند به استقبال آنان آمده به الیشا گفتند آیا میدانی که امروز خداوند قصد دارد مولای تو را از تو بگیرد؟ الیشا جواب داد بلی میدانم ساکت باشید. سپس ایلیا به الیشا گفت همینجا بمان چون خداوند به من فرموده است به شهر عریها بروم. اما الیشا باز جواب داد به خداوند زنده و به جان تو قسم من از تو جدا نمیشوم پس با هم به عریها رفتند. در آنجا هم گروه انبیای ها نزد الیشا آمده از او پرسیدند آیا خبر داری که خداوند میخواهد امروز ملایت را از تو بگیرد او گفت بلی میدانم ساکت باشید آنگاه ایلیا به الیشا گفت در اینجا بمان زیرا خداوند فرموده است به طرف رود اردن بروم اما الیشا مثل دفعات پیش جواب داد به خداوند زنده و به جان تو قسم من از تو جدا نمیشوم پس با هم رفتند و در کنار رود اردن ایستادند در حالی که پنجاه نفر از گروه بیا از دور ایشان را تماشا میکردند. آنگاه ایلیا ردای خود را پیچیده آن را به آب زد. آب رودخانه دو قسمت شد و ایلیا و الیشه از راه خشک وسط آن عبور کردند. وقتی به آن سوی رود اردن رسیدن ایلیا به الیشه گفت پیش از آن که به آسمان بروم بگو چه میخواهی تا برایت انجام دهم. الیشا جواب داد دو برابر قدرت روح خود را به من بده. ایلیا گفت چیز دشواری خواستی. اگر وقتی به آسمان میروم مرا ببینی آنگاه آنچه خواستی به تو داده خواهد شد در غیر این صورت خواستت برآورده نخواهد شد. در حالی که آن دو با هم قدم میزدند و صحبت میکردند ناگهان عرابه آتشین که اسبان آتشین آن را میکشیدند ظاهر شد و آن دو را از هم جدا کرد و ایلیا در گردباد به آسمان بالا رفت الیشا این را دید و فریاد زد ای پدرم ای پدرم تو مدافع نیرومند اسرائیل بودی پس از آن الیشا دیگر او را ندید سپس الیشا ردای خود را پاره کرد و ردای ایلیا را که افتاده بود برداشت و به کنار رود اردن بازگشت و آن را به آب زد و با صدای بلند گفت کجاست خداوند خدای ایلیا؟ آب دو قسمت شد و الیشا از راه خشک وسط آن عبور کرد. گروه انبیاء اریها چون این واقعه را دیدن گفتند قدرت روح ایلیا بر الیشا قرار گرفته است. سپس به استقبالش رفتند و او را تعظیم کرده گفتند اجازه بفرمایید پنجاه نفر از مردان قوی خود را بر جستجوی مولای شما بفرستیم شاید روح خداوند او را به کوهی یا در ری برده باشد الیشا گفت نه آنها را نفرستید ولی آنها انقدر اصرار کردند که سرانجام الیشا با رفتن ایشان موافقت نمود پس آن پنجاه نفر رفتند و سه روز جستجو کردند ولی ایلیا را نیافتند وقتی بازگشتن الیشه هنوز در عریها بود و به ایشان گفت مگر به شما نگفتم نروید معجزات الیشه در این هنگام چند نفر از اهالی شهر عریها نزد الیشه آمده به او گفتند همانطور که میدانید شهر ما در جای خوبی قرار دارد ولی آب آن سالم نیست و باعث بیحاصلی زمین ما می شود. الیشا گفت در یک تشت تازه نمک بریزید و نزد من بیاورید. تشت را آوردم. الیشا به سر چشمه شهر رفت و نمک را در آن ریخته گفت خداوند این آب را سالم کرده است تا پس از این دیگر موجب بیحاصلی زمین و مرگ نشود. آب آن شهر همان گونه که الیشا گفته بود از آن پس سالم شد الیشا از عریها آزم بیت ایل شد در بین راه ای پسر نوجوان از شهر بیرون آمدند و او را به باد مسخره گرفته گفتند ای کچل از اینجا برو ای کچل از اینجا برو او نیز برگشت و به نام خداوند آنها را نفرین کرد آنگاه دو خرس از جنگل بیرون آمدند و چل دو نفر از آنان را پاره کردند سپس الیشا به کوه کرمل رفت و از آنجا به سامره بازگشت.